سلام علیکم، اوقاتون خوش. من حامد جواد زدم. اجازه میخوام قبل از دیدن قسمت دوم چند تا نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. آن اولمون این بود که برای در امان موندن از خطر اسپویل جلو نزنید. الان هم میگه نه تنها جلو نزنید، بلکه اگر قسمت ها رو به ترتیب نبینین خطر لو رفتن کماکان تهدیدتون میکنه. قانون دوممون رو هم که احتمالا تو برنامه اول متوجه شدین، ولی برای تاکید بازم میگم مهمترین قانون این بازی اینه که هرچی در مورد خواننده ها میگیم حقیقت داره. قانون بعدی این بازی اینه که شرکت کننده باید خواننده بد رو از بازی بیرون کنه و خواننده خوب رو به فینال ببره. برای اینکه شما خودتون رو جای شرکت کننده تصور کنید و ببینید میتونید بازی کنید یا نه، اول هر چارش ازتون میپرسیم که به نظرتون خواننده هست یا نه. اگه فیلم‌ها رو به روز رسانی کرده باشین، این سوال رو صفحتون میاد و شما میتونید تو بازی شرکت کنید. نمودار درصد پاسخ‌های درست قسمت اول رو با هم ببینیم. مثلا تو چالش سوم که عروسک پوش داشت از مسابقه خارج میشد، بیشترین درصد پاسخ‌های صحیح رو داشتیم. 76% کسایی که تو این چالش شرکت کردن حد زده بودن که عروسک پوش خواننده نیست، ولی در عوض فقط 23% تونستن حدس بزنن که بوکسور خواننده نیست، که این آمار خیلی امیدوار کننده نیست. حالا اگر این قسمت رو دقیق‌تر نگاه کنین و به قوانین بازی توجه کنین، احتمالاً آمار برای هفته بعد یه تکونی میخوره. اینم بگم که فقط کسایی که تو 48 ساعت اول بعد از انتشار برنامه تو این بازی شرکت میکنن و جوابهای صحیح رو میدن و تازه بیشتر از 4 تا جواب صحیح رو میدن تو قرعه کشی ما شرکت میکنن، که به قید قرعه به 3 نفرشون سکه بهار آزادی میدیم. برنده های قسمت اول رو هم بهتون معرفی میکنم: محمد رضا خان دادرس از رشت، آقا شروین سولتی از تهران و حسین آقای هداوند خانی هم از دماوند توی این قرعه کشی خوش شانس بودن و برنده یک سکه تمام بهار آزادی به نرخ روز شد. افرادی حداقل 4 تا جواب درست داشتن قرعه کشی شده و برنده یک سکه تمام بهار آزادی شد. اینم بگم که ما نظرات شما رو تو فضای مجازی خوندیم. بعد از کامنت کیایی چلاغر شده، فراوانی نظرات در مورد سخت بودن بازی و ابراز رضایت از ترکیب کمک کننده ها و هلپرها برامون جالب. این وسط هم یه نقد برامون اومد که از صفحه کلوز فرند اسکرین گرفته. دوست عزیز از نقدت متشکرم، ولی رفقاتو بشناس. و در پایان ممنونم از وقتی که برای دیدن قسمت دوم برنامه میذارید. به قسمت دوم شب نشینی معمای موزیکال صداتو خوش اومدین. این قسمت کاک به هر. اینجا تنها جاییه که شما از اونهایی که خوب نمیخونن پول دار میشه. توی این مسابقه 6 اجرا کننده صدا مخفی وجود داره که همشون ادعا میکنن خواننده های خارق‌العاده‌ای هستن. شما بعد از بین مجموعه سرنخ‌های مثل چالش بوکسینگ، آنلاک، استدیوی مخفی و سینگین خواننده بد رو از خواننده خوب جدا کنیم بدون اینکه بتونیم باشون حرف بزنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که قصه خواننده ها قطعا حقیقت داره، ولی بعدی ممکنه یا واقعی باشن یا غیر واقعی. جذاب هنرمندانی که به شرکت کننده کمک میکنن تا یکی از خواننده ها رو به فینال برسونه تا برنده جایزه 200 میلیون تومانی بشه. خانم شبنم مقدمی، امیر مهدی ژوله، محمد بهرانی و ستاره موسیقی جنوب محسن شریف. آماده صداتو باشین و بدونین اینجا همه چیز یه بازی. Thank you.
سلام. به شب نشینی موزیکال معمایی صدا تو خیلی خوش اومدین. یه پنل جذاب از هنرمندایی که من خودم عاشقشونم اینجا نشستن و یه شرکت کننده که قراره توی مسابقه خیلی جذاب شرکت بکنه و یه 200 میلیون تومن رو با خودش به خونه ببره. یه حس غریبی امروز بهم میگه که قراره یه اتفاق خیلی جذابی توی این برنامه بیفته. البته این حس غریب برای من خیلی نزدیکه، برای شما شاید یکم غریب. البته فکر میکنم که این حس غریب من که به شما برای شما غریبه، برای خودم نزدیکه، میتونه یک حس خیلی غریب جذاب. بریم سراغ ادامه برنامه. ما یه ذره گوش پیچ شدیم، گوشمون پیچ خوردیم. اشکالی نداره. بله، قصد بله. من همین بود. بله، میریم سراغ مهرداد از بندر عباس. سلام مهرداد، خوبی؟ سلام. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. مهرداد راشدی یگانه هستم، از بندر عباس اومدم. بحبه. تقریبا 17 ساعت راه اومدم. خیلی هم خستم، صبح رسیدم. آره قربون شما، مرسی. امیدوارم که 200 میلیون رو ببری که خستگی در بره. حتما باید ببرم، وگرنه خیلی خسته تر میشم. یه سوال ازت بپرسم، میخوای با 200 میلیون چیکار کنی اگه ببری؟ یکی از یعنی دو سه تا از بچهای محلمون، سه چهار تا از بچهای محلمون، بچهای خیلی جوون و پرتلاشین، میبینم همش هی هر روز میان که میان میخوان کار بکنن پیش من. من یه محیطی دارم اونجا برای کار، یه مقدار کوچیکه اونجا. میگی شغلت چیه؟ من تعمیرکار ماشین هستم. آفرین. چه تعمیرکار خوشتیپی. آره قربون شما. بچه‌ها میخوان بیان پیش من کار کنن. قربون شما. بعد محیطی که دارم خودش خیلی کم و کوچیکه. اینا درخواست چیز دارن، میگم که هر سری بهشون میگم خب یه پولی بیاد باز من یه محیط بزرگتر بگیرم، به شما بگم که بیاین کار کنین. اینجوری نمیشه. حالا انشالله که پول آوردیم، از همینجا بچه‌ها قول میدم که مستقیما دیگه انشالله. اگه نبردیم من خودم 200 تومن میدم جوهر بزرگ کنیم. نه ولی کمک میکنیم که ببرید. میدونی که اینا هلپر، کمک کننده یا یاور همیشه مؤمن تو هستن. خیلی ممنون از فعلا خیلی ممنون نیستم. بعد خیلی ممنون ما سعی میکنیم یک کاری کنیم تو خیلی ممنون بشی. شبنم مقدمی خیلی متشکرم. خیلی من یاور همیشه مؤمن تو میمونم. با این انگیزه باحالی که گفتی تمام تلاشم میکنم. متشکرم. که متشکرم، انشالله ببری. امیدوارم به وهابینا از همینجا من قول میدم که خانم مقدمی گفت. الهی انشالله. امیر مهدی جوله. الهی ماشینم تاب کنه، شاید پرستارش تو باشی. مثل کوه پشت تیم که اون کارو ردیف کنی برای خودت و رفقای جذابت. مرسی. سپاسگزارم ازت. محسن شریفیان. مرسی. چون که بنده من تمام تلاشم میکنم که برنده بشی. تمام تلاش میکنم. مطمئنی که تمام تلاشتو میکنی؟ یعنی مطمئنی؟ من اینو مطمئن باشم؟ به پیر گشمیرون کسم. به پیر کجا؟ خوش میفهمه. خوش میفهمه. هیچی، یه دونه داشتیم یکی دیگه هم اضافه شد. اصلا دو تا داشتیم یکی دیگه هم اضافه شد. محمد بهرانی. پشت باغ مولوی پلولوله هایی آدرس خوندم تو شد آدنم هندم تو نخوایی یارو مونده نه سفر یارو مونده نه سفر میگه امین خبر هوای بندر چه گرم انتبرم بالای کفر هوای بندر چه گرم انتبرم بالای کفر دل برم مکناز با گرمای بندر بساز عالی شد. از شیراز به بندر میبریمشون امشب. ان شاءالله. ماشاءالله همه پایه، یعنی همه پایه سری به سرعت. خودش هم خوند خیلی جالب. حالا ما باید تشخیص بدیم ایشون خواننده است.
مستاخ. نه از خوندنش معلومه که میتونه تشخیص بده که کی خواننده. تو چیزایی تو خودش داره. حالا خوانندگی نکردم ولی از همه جا میگن که جنوبی ها استعداد خوانندگی و چیز رو دارن. جنوبی ها استعداد همه چی دارن. خدا رو شکر. خب بذار یه توضیح کوچیک برات بدم. قرار 200 میلیون تومان برنده بشی که این 200 میلیون تومان رو دال سامانه خرید بیمه به تو هدیه میده. قرار بر اینه که از بین این 6 تا شرکت کننده شما متوجه بشی که کدومشون خواننده واقعی است و خوش صداه و کدوم ها خواننده نیستن. هر یه دونه ای رو که از بازی حذف بکنی 20 میلیون تومان برنده میشی. هر یه دونه رو 20 میلیون تومان برنده میشی. به مرحله آخر که فیناله اگر درست رسیده باشی و یک خواننده رو به اونجا رسونده باشی 200 میلیون تومان اونجا برنده میشی. بهتره که اجرا کننده ها رو بهتون معرفی بکنم. شماره 1 ورزشکار زورخانه ای. هم موسیقی ضربی زورخونه رو بلده هم تجربه استیج داره. بیشتر شبیه اسفندیار تو شاهنامه. شماره 2 میوه فروش. کاسب خواننده ای که اخیراً برای آلبومش حامی مالی پیدا کرد. فقط میوه میفروشه یا سبزی هم میفروشه؟ نه جدی میپرسم. چی؟ سبزی هم میفروشن؟ میوه سبزی چی لازم داری؟ پس عمو سبزی فروش. سبزی کم فروش. سبزی نه دیگه چی کار داری؟ خیلی متشکرم. ببخشید بله. پس من یه موز برمیدارم. عذرخواهی. ببخشید. دوستان اگر میشه این میکروفون از جلوی آقای بهرانی بردارن. شماره 3 اسکی باز. هواداره محدود اما پر و پا قرصی داره که با بیلبورداش عکس میگیرن و منتظر آلبومشن. شماره 4 بدنساز. از اینکه روی استیج بدنش از صداش بیشتر جلب توجه میکنه خیلی هم خوشحال نیست. ما با هم باشگاه نمیرفتیم. شما معمولا زیر هالتر بودی من زیر دوش. شماره 5 جاشو. تو استانهای جنوبی خیلی طرفدار داره و کلی کلیپ وایرالی داره. بابا چه خوب که ما جاشو هم داریم، یه شگفت کننده هم داریم از بندر عباس و بگم خیلی ممنون محمد هم که داریم، کلن همه که داریم. جاشو به کارکنان کشتی تو جنوب ایران در واقع گفته میشه و امیدوارم که جاشو کلاسترمون نذاره. میکروفون هم داریم. پس الان این جاشوی بندر چقدر قدت رشیده. الان این جاشوی بندر چقدر قدت رشیده. از بس که میری دریا همه مواد سفیده. الان این جاشوی بندر چقدر افسانه داری. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. شماره 6 کارمند روابط عمومی. یک کارمند موفق که چندین اجرای ارگانی داشته. بیشتر بهش میاد که اهل روابط خصوصی باشه. خیلی ممنونم. خب با 6 تا اجرا کننده خودمون آشنا شدیم. حالا باید بریم سراغ این که شروع بکنیم و مرحله اول بازیمون رو اجرا بکنیم. اما یه نکته رو قبلش باید بهت بگم. من و هلپرها و کمک کننده ها اصلا نمیدونیم کدوم یکی از اینا خواننده خوش صدایی هستن و کدومشون نیستن. این کاری که تو باید انجام بدی و تمام توان ما اینه که یه 200 میلیون تومان به تو بدیم. پس تمام تمرکزتو داشته باش، به حرفای دوستا گوش بده تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. تیم صدا تو. 1 2 3 4 این برنامه با حمایت مالی دال سامانه مشاوره مقایسه و خرید بیمه داره تهیه میشه و شما میتونید با شماره تلفن 1690 ازشون خدمات بگیرید. خیلی خیلی خوش اومدین به استودیو صدا تو برای مرحله اول، یعنی مرحله لیپسینک یا لبخونی. توی این مرحله 3 تا از شرکت کننده ها اینجا میان و برای شما یک آهنگی رو لبخونی میکنن و شما باید تشخیص بدی که کدومشون خواننده نیست.
یه نکته ای رو بهت بگم. اون کسی که بین این سه نفر هست و خواننده هست با صدای خودش داره میخونه، اما اونی که خواننده نیست داره صدای یک آدم خوش صدایی رو لبخونی میکنه. پس میریم برای چالش اول لیپسینگ ورزشکار زورخانه‌ای، میوه فروش، اسکی باز. مگه بیای 200 بگیری بری، خیلی سخت شده ماجرا الان این وسط. خیلی اوضاخیته. خیلی نه؟ خیلی سخته. با دقت و تمام تلاش. کی شروع میکنه؟ زورخونه یکی خیلی خوب خوند و حرکاتش هم با موزیکش خیلی خوب بود، اونو فعلا نگه داریم. میوه فروشم یکم مشکوک میزنه، چون میمی که صورتش با چیزی که میخوند به نظرم این داره سازگاری داشت. اسکی بازو به نظرم ردش کنیم که اینجا یه مقدار گرمتر بشه. این نظر منه. همین دیگه. همین. آره. اسکی بازو تأکیدن. یه لحظه سکوت بود. همین دیگه. مشکلی بله. داری؟ نه من هیچ مشکلی ندارم محسن. بله. راجع به میوه فروش به نظرم ریسک نکنیم توی این مرحله و نگرش داریم. راجع به آقای زورخونه‌ای ورزشکار زورخونه دو تا فکت کاملا متضاد دارم. به ما گفتید که قصه خواننده‌ها واقعیه، درسته؟ یعنی خواننده‌ها هر چی که میگن راسته. دستاش و بازوهاش کاملا به ورزشکار زورخونه میخوره، اما ساختار حنجرش به صدای زیری که الان خورد نمیخوره به نظرم. یعنی ساختار حنجره به ساختار صدای بم میخوره، یه خورده منو گیج میکنه. اما اگر من جای مهرداد بودم در این مرحله آقای اسکیباز رو حذف میکردم، چون دو سه بارم انگار توی تحریرها چرخید که ما همون لحظه سعی کنیم سوتی ها رو نبینیم، مگر اینکه گولمون زده باشه. آقای اسکیباز با نظر محمد موافقم که چرخیدن اون لحظه هایی رو که قرار ما فک و قبقب و چونشون رو ببینیم، چرخیدن که ما نبینیم، خودشون رو پنهان کردن. و آقای میوه فروش رو بهشون تردید دارم، مطمئن نیستم.
آقای زورخونه ای رو بهشون پوینت، یعنی منظورم که ممکنه احتمالا خواننده باشن. من فکر میکنم آقای اسکیباز رو الان، باز نظر خودته، ولی من اگه بودم حتما، یعنی به نظر من آقای اسکیباز میتونن تشریف ببرن و خواننده نیستن. آقای زورخونه ای خیلی جذابتر از اسفندیار شاهنامه است، شبیه اسفندیار سر جردنه و به نظرم بازیگر و خواننده نیست، بازیگری که مسلطه، بازیگر ورزشکاریه که مسلط به حرکات بدنشه. آقای میوه فروش میمیکش شبیه اون صدایی بود که داشت ازش خارج میشد، مشکوک. آقای اسکیبازم هنرجوی بازیگری خوشتیپ آینده دار ماست و خواننده نیست. خب مهرداد، نظر هلپرار شنیدیم. بله. الان شما 1:30 فرصت داری که خودت فکر بکنی، فکتاتو بگی و با کمکی که از گفته های بچه ها میگیری نظرتو اعلام بکنی و یه نفر رو حذف بکنی و 20 میلیون تومن پول برنده بشی. به نظر من همون جور که جناب شریفیان فرمودن، آقای ورزشکار زورخونه ای حرکات بادیش به صداش نمیخورد، یعنی یکم همخوانی نداشتش. این یه مسئله. آقای میوه فروش باز خیلی شبیه بود صداش با استایلی که داره و اینا. آقای اسکیباز من هم مثل بقیه بچه ها شک دارم. شک داری که؟ که از اینجا بره که گرم شدی. نظرت؟ یعنی از بین این سه نفر اون کسی رو که فکر میکنی صدای بدی داره و داشته تو رو گول میزده از بازی باید خارجش بکنی، نظرت کدومه؟ وقت داره تموم میشه. کمک بیشتر. نه، باید دیگه وقت کمک نداری. به من نگاه کن، یه نفر رو انتخاب کن. گفتی مرداد هممون. من اسکیبازو خودم هم اسکیبازو حذف می‌کنی. یعنی شماره 3. بله. عددش رو بزن و اینو فشار بده. از دوستان ممنونم. آقای اسکیباز میریم صداتو ببینیم. بفرمایید. آفرین، بد بخون، آفرین. بازیگر خوب دست خودش نیست. غلط ببینم. اوه بد طور نگاه. خیلی ممنونم که اینقدر بد خوندی. خیلی متشکرم. چقدر تمرین کردی برای این بد خوندن؟ خیلی خیلی. چند ساله اینقدر بد میخونی؟ زیاد. میشه خودتو معرفی کنی؟ سهیل نوشادیان هستم. سهیل نوشادیان. نوشادیان. آقای سهیل خان شغلت چیه؟ من بازیگری میخونم. بازیگری میخونم. بله، بازیگر خوشتیپ آینده است. بعد به نظرم باید تو فیلم‌های اسکاندیناوی و اون بخش اونوری و اینا اروپایی اینا شرکت کنه. خوش به حال ما که یه همچین بازیگر خوشتیپی خواهیم داشت. خب خیلی خوشتیپی. چرا؟ خوش به حال مو داری. مگه تو نداری؟ نه دیگه اینا. خب میشه لطفاً به من بگی که چرا تو این برنامه شرکت کردی؟ حقیقتاً علاقه زیادی هم به ساز زدن دارم، چون میزنم ساز و اینکه
ساز میزنی و انقدر بد میخونی؟ بله دقیقا. عالی شد. خب من فکر کنم یه هدف دیگه هم داشته. چی؟ و اونم اینی که میخواسته امید آجیلی رو خراب کنه. خیلی لطف کردی. خیلی ممنونم که به ما کمک کردی که تو این برنامه شرکت کردی که ما بتونیم برنامه رو برگزار بکنیم. دم شما گرم. تشویقش بکنیم. آفرین. آفرین. بازیگر خوب. خب مهرداد. یه 20 میلیون تومان رفت توی حساب. صندوقچه ارزیت که میتونی با خودت ببری بنداز. چی؟ به سر گل حرف گوش کن. آره 20 میلیون تومان میتونی ببری. 5 نفر اینجا باقی موندن و یعنی 4 تا 20 میلیون دیگه شما میتونی برنده باشی. بریم. آره اولی. تیم صدا تو. 1 2 صدا تو. خیلی خوش برگشتین به استودیوی صدا تو. یه 20 میلیون تومان رو شما برنده شدید. 4 تا 20 میلیون تومان دیگه هم مونده همچنان. و میریم برای چالش دوم لیپسینگ. سه نفر بعدی میان اینجا و چالش لیپسینگ رو اجرا میکنیم با هم دیگه. این نکته رو باز بهت بگم مهداد، دقت کن. خواننده صدای خودش رو داره لیپسینگ میکنه. به این دقت بکن. بدنساز جاشو، کارمند روابط عمومی. با این بازو چه باحال میشه. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس دارا چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، هیچی نمیشه راست. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه، چی میگه این دل، چی اون رو به خوشی سر کن و هرس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن، زندگی به مو بنده، حال بد کیلو چنده، باش باش و صفا کن. کلا خیلی سخت شد. جاشو رو دیدی میگفت یارم میایه، یارو داشت میکشید سمت خودش، یارم بیایه، با یار به زور بیایه. آره یارم به زور بیایه، یعنی داشت نمیومد به زور داشت بیایه. آره دقیقا تور ماهی بود بچه. بسیار عالی، اجرای خیلی خوبی رو از این سه تا دوستمون شنیدیم. امیر جان نظرتو بگو ببینم. به نظرم دوست بدنسازمون و آقای روابط عمومی خوانندن و جاشو بازیگر، جاشو رو حذف کن. شبنم شما؟ مطمئنم
مطمئنم نه نگم. تقریبا مطمئنم که آقای بدنساز خوانندن، چون حروفی رو که ادا می‌کردن من توی دهانشون می‌دیدم، یعنی سین و شینیک، یعنی زبانی که با دندون ارتباط پیدا می‌کرد روی فکشون کاملا حس می‌کردم که همون صدایی است که داره می‌خونه. راستش اینه که به آقای جاشو هم یه تردیدی دارم، گمان می‌کنم هر حال بعد یک نفر هست بشه دیگه، درسته؟ بله. یعنی ایشونو بذارم کنار، بین این دو نفر شرمنده وهاب و بچه‌هاشم، وهاب بود؟ بله بله. گمونم خیلی سخته، امیدوارم اشتباه نکنم، جاشو. به طرز عجیبی فکر میکنم با سه تا غیر خواننده طرفیم. یعنی تقریبا مطمئنم که هیچ کدوم خواننده نیست، بنابراین خیلی فرقی نمیکنه هر کدوم میخوای انتخاب کنی. اینقدر رک و اینقدر مطمئن مرحله ایه که یه ذره میتونیم با میدونم 20 تومنه و اتفاقات دیگه، ولی یه ذره میتونیم با جرأت بیشتری رأی بدیم، با دست لرزان کمتری. توی این مرحله ترجیح میدم رأیمو قاطع بگم، این سه تا هیچ کدوم خواننده نیست. حالا ممکنه زایش اما ببخشید، ولی علل حساب نیست. متشکرم. محسن شما؟ جاشو بمونه، لازمش داریم. ریلی؟ یعنی کار شخصی باش داری یا برای مسابقه لازمش داری؟ نه اصلا دوست دارم بمونه. روابط عمومی هم بمونه که پارتیمون بشه. بدنساز هست. بدنساز حذف؟ بله. کارمند روابط عمومی بمونه و جاشو هم بمونه. محسن جان منم اگر میخواستم انتخاب کنم با شریفیان موافق بودم. بدنساز رو هست میگرده؟ نه واقعا، برای اینکه من احساسی که به خانش آقای بدنساز داشتم این بود که ایشون دارن درست میخونن، یعنی کلماتو درست ادا میکنن، ممکنه اشتباه کنم. خب مهرداد شما 1:30 از همین الان وقت داری که نظرت رو بگی، فکتا رو شنیدی و کدوم رو حذف میکنی و 20 میلیون تومن دوم رو به دست میاری؟ یه مقدار کار سخت‌تر شد. آقای بهرانی گفت هیچ کدوم از بچه‌ها. به هوش خودت بعد اتکا کنی. خودت چی فکر میکنی و بر چه اساس؟ خودم ورزش رو دوست دارم، ولی الان باید دشمن رو بعد انساس بچم. یعنی داری به حرف محسن گوش میکنی در واقع؟ نه نظر خودشو داره میگه. نظر خودم داره با من صحبت کن لطفاً، میخوام با هم دیگه به یه چالشی برسیم. به نظر خودم اول از همه فکر میکردم بدنساز، بعد دوباره جاشو شک برانداز شد، اشون باز دوباره شکم رو دوباره بیشتر کرد. یعنی اون دوتا نکنی خانندن؟ اون دوتا هم نه، نباشن، نباشن. رو نباشنشون. آها رو نباشنشون شک. آره این مندد. خب تقریبا 40 ثانیه وقت داریم. آخه ایشون هم وقتی داشتن بالا میخوندن من ندیدم که گردنشون اینجا رگاش بزنه بیرون یا یکی هم قرمز بشه، حتی هیچ تغییر نکرد. ولی من آقای روابط عمومی رو موقعی خوندن ندیدم که مثلا رگای گردنش بزنه بیرون. آها. یا مثلا اینجا رگای پیشونی وقتی بالا داشت میخون. بله. یا مثلا از تو بینی بخونه. به نظر من شک دارم به این روابط عمومی و بدنساز، ولی بدنساز میگه. بفرمایید. شماره 4. بله. بزن 4 رو. از دوستان دیگه ممنونم. میریم صدای شما رو ببینیم. آخه یه خواننده امیر جون لزومی نداره قبل ورزش کنه. جاشو معلومه بازیگره. چرا میگی نگرش داریم؟ بابا این خیلی استایل داره. نامرد بعد بخون بیا کار خودش هم میخواد بخونه. No!
آفرین که اینقدر افتضاح بود. خیلی خوب بود. آفرین. عالی بود. بسیار عالی. بسیار عالی. اصلا راه نداشت. امیر گفتم به دوستان از این بعد آقای بهرانی بدون میکروفون، بدون کفش، بدون عینک وارد استیدو میشن. خیلی متشکرم. قربون شما. سلام. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بد بخونی. سلامت باشی. کاری کردی اصلا برمیاد. در مخیلم احساس می‌کنم یه ذره بیشتر از بدم بدتر خوندی. آره تمام تلاشی کرد که خیلی بد کرد. کارتو به موقع و درست انجام داد. خوشحالمون کرد. خوشحال شدم که از طرف ما برنده شدی. قربون برم. آفرین. آفرین. کاملا میشه. ممنون. آفرین. همین فرمون رو برو. همین فرمون رو برو. اوکی. میشه خودتو معرفی بکنی لطفاً؟ بنده علیرضا آزادی هستم. واقعا بدنساز بازیگر؟ بله. بدنسازم بودی؟ من از 15 سالگی بدنسازی کار میکنم. الان هم حکم قهرمانی پیشکسوتان تهران رو دارم. به 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 به. حالا بعد از برنامه یه برنامه به من میدی، برنامه تمرینی. مخلص شما هستی. قربون شما. سلامت باشی. هیکلم بیاد رو. محسن منم میتونم بهت برنامه بدم. نه قربونت برم. من موام میریز رفت تو برنامه. متشکرم از شما. خیلی ممنون که لطف کردی و تشریف آوردی. خیلی بهمون کمک کردی. مرسی از همتون. موفق باشی. خودم برنامه میدم سیاه بشه. عالی. چی گفتی؟ گفتم خودم برنامه بهش میدم سیاه بشه. یعنی رنگی قشنگتر از رنگ پوست تو نداریم. مرسی. عالی شد. بسیاری از خانم ها آقایون تلاش میکنن به روش های مختلف رنگ شما بشن آقا. مرسی مرسی. سپاس گزارم. اگر به رنگ سیاه اینقدر علاقه دارید، دندونات چرا اینقدر سفیده؟ متشکرم. 40 میلیون تومن تو الان برنده شدی و یه اتفاق خوبه. خوب اومدی بالا. دو تا غیر خواننده یعنی بد صدا رو حذف کردی. یعنی مسیر رو خیلی خوب اومدی. از اینجا به بعد 4 نفر دیگه موندن که باید از بین اونها دونه دونه حذف بکن. 4 نفر موندن. آره. 4 نفر موندن و میتونیم از بین این 4 نفر 3 تا رو درست حذف کنی، خواننده میرسه به فینال. پس میریم برای مرحله بعد. تیم صدا تو. 1, 2, 3, 4. به استودیوی صدا تو خوش اومدین. ممنونم که اینقدر انرژی خوبی دارید و ما رو همراهی میکنید. دمتون گرم. 40 میلیون تومان بردی و میریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ میدونی؟ نه هنوز نه. من میدونم. من نمیدونم. مرحله بعدی مرحله آنلاک. قفل رو پس بعد درست کنیم. خب. چالش آنلاک یعنی چی؟ یعنی من 4 تا این 4 نفری که اینجا هستن موبایلشون پیش منه. من قفلش رو برداشتم. یه چیزای خصوصی از زندگی و کارشون رو در آوردم. و شما میتونی 1 نفر رو انتخاب بکنی و چه اتفاقی میفته؟ اون بخش از زندگیشو ببینید. توش موقعیت‌هایی هست، فکت‌هایی هست و اتفاقاتی هست که میتونه به تو کمک بکنه که درست انتخاب بکنی و میتونه تو رو گول بزنه که بد انتخاب بکنی. شما میتونی میوه فروش رو انتخاب بکنی، آنلاکش بکنی و زندگیشو ببینی، اما کارمند روابط عمومی رو حذفش بکنی. هیچ مشکلی تو این زمینه وجود نداره. اون کسی که بیشتر شک داری و دوست داری بیشتر باهاش آشنا بشی، از بین این 4 نفر انتخاب می‌کنی، میریم چالش آنلاک. اینجا ما نمیتونیم چیزی بگیم. پس نگو. خودت میفهمی کدوم دیگه. همون که کد نده دیگه. نه خودش میفهمه که باید مای فروش رو باز کنم. جاشو انتخاب میکنم چون چی رو انتخاب میکنی؟ جاشو رو. جاشو رو انتخاب میکنم. بله. که بریم جاشو رو ببینیم. بله بریم. آنلاک جاشو رو تماشا میکنیم با هم دیگه. من عشق خوندنم. صدام هم از عموم و بابام به ارث بردم. خیلی عشق میکنم زمان که تو دریا حالا دل خودم و دل دریا میخونم. موسیقی جنوبی گنجینه موسیقی ایرانه. محسن شریفیان هم خیلی زحمت کشید که نیمبون و ثبت جهانی بکنه. اینم خب برای ما بچه های جنوب انگیزه شد که میشه. با اینکه یه ذره وضعیت سیل و درآمد و اینا توی جنوب زیاد خوب نیست، ولی هر جور شده خرج من خارجی برون موسیقی جور میکنم. البته بچه های جنوب هم همشون کم توقع قانه.
هر جو شده هزینه‌هاشو جور میکنم. بچه‌های جنوب هم چیزی که میخوام فقط اینه که دیده بشه، موسیقی جنوب دیده بشه. خب چالش آن لاک میکنم با تار جونم که زیر پاش بندازه یار مهربونم. دوستان بیرون استودیو خواهش میکنم آقای محمد بهرانی دفعه بعد که اومدن هنجرشون هم ازشون بگیریم بذارین بیرون. من یک چیز عجیبی حس کردم، شاید هم اشتباه کنم. من به نظرم اصلا جنوبی هم نیست. این قیافه انتخاب شده که ما رو گول بزنه. یه جا گفت بچه های جنوب همشون خیلی مظلومند، بعد بلافاصله گفت بچه های جنوب. با این که چیزه به نظر من داره سعی میکنه به ما بگه جنوبیه و کسی که قصهش دروغه خواننده نیست. شاید هم من اشتباه جاشو خیلی درست صحبت کرد. نه اینکه اسم من هم آورد کاری نداریم، ولی دیتاهاش خیلی درست بود. آها بعد... چون در مورد اینکه شما ثبت جهانی آره، دیتا درست بود. من کاری به این موضوع ندارم. آره دیتاش درست بود، یعنی خیلی دقیق داشت در مورد جنوب صحبت میکرد. ترجیح میدم که باشتش فعلا و ورزشکار زورخونه رو حذف کنی. این نظر منه. من همچنان فکر میکنم که جاشو بازیگره و یعنی خواننده نیست. نه دیگه، یعنی با من موافقی؟ آره، ولی با حذف زورخونه هم موافقم. یعنی اینا فکر میکنم هر دوشون بازیگرن و هنرجوی تئاترن، هنرجوی بازیگری هستن و بازیگرن و خواننده نیستن. متشکرم. خانم شبنم. آقای جاشو به زعم من بازیگرن. اطلاعاتی رو که محسن جان اشاره کردن میشه با یه گوگل ساده پیدا کرد. آره دیگه، یه نفر نه هم و... دیگه. آره توی دیگه خودتی دیگه. و به نظرم شمایل ظاهریشون رو برای اینکه ما رو فریب بدن در واقع به این شکل در آوردن، دارن تلاششون رو میکنن که تور کشیدن و اینا رو هم درست انجام بدن، که به نظر من نه، ایشون خواننده نیستن، ایشون بازیگرن. جنوبی هم نیست شب نه، حتی جنوبی هم میتونن نباشن. بله بله. مرسی بچه‌ها. میام سراغ مهرداد. اجازه بدین که خودش فکر بکنه و خودش نظر بده. 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داری تا نظرتو بگی، فکتتو بگی و بگی چرا داری این کارو میکنی. توی بخش آنلاک نشون دادین قسمتی که جاشو رو، خب ببینید داش یه جایی من دیدم داش گیتار میزد، گیتار دستش بود. یه جایی هم تو زمین ورزشی فوتبال بود. این شد دو تا حرفه. یه چیز دوربین کاتپیلار هم رو دوشش بود که فکر کنم عکس برداری هم انجام بده. فکر کنم این سه تا فکر نکنم دیگه خوانندگی رو بکنه. خواننده نیستن ایشون. من از اون نظر. یعنی شما فکر می‌کنی خواننده نیست؟ نه نیست. مطمئنی که خواننده نیست نسبت به این چیزه. که هیچکی نمیتونه مطمئن باشه. نه، ماجرا میدونین چیه؟ همونجوری که گفتم بهتون، امکان داره که همه اینها رو برای گول زدن شما در ویدیو دیده باشیم. این بل. نکته رو توجه باید بکنیم. بل. من دلم میخواد همین جوری بریم جلو. من اصلا ببین، من هم نمیدونم، یعنی نه من نه بچه ها هیچ کدوم نمیدونیم. میخوام که دقت بکنی، شاید این تلاش شده که تو گول بخوری. مرداد حذفش کن. تو که گفتی نگهش دارم. حذفش کن، حذفش کن. من فکر میکنم که یک کم اگر دقت بکنیم یه نکاتی وجود داره که ما حالا دیدیم، جاشو رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم و یه چیزایی در موردش میدونیم. در مورد ستای دیگم آیا کسی نیست که بیشتر بهش شک داشته باشه که خواننده نیست؟ یه دفعه فقط تمام زومت رو نذار روی جاشو. یه دفعه میری جاشو رو حذف میکنی، اصلا حواست نبوده. مثلا ورزشکار روز زورخانه ایم استایلش بیشتر میخوره که مثلا چه میدونم ورزشکار واقعی باشه یا یه بازیگر باشه یا هر چیز دیگری. کاش اینو حذف میکردم. من دارم میگم با هم دیگه اینا رو مقایسه بکن. الان اون دوتا، این دوتا، این دوتا، همه رو با هم مقایسه بکن. فقط سریع، زمان تموم شد چون من زیاد حرف زدم، 20 ثانیه بهت فرصت میدم که انتخاب بکنی. بلند بلند فکر و حرف بزن بهم. خب دارم فکر میکنم بین جاشو و آقایی که ورزش زورخونه ای رو انجام میدن، بین این دو تا یکی رو انتخاب کنم، که من جاشو رو انتخاب میکنم.
نظر قطعی جاشوه. خوبه. انشالله درسته. انشالله درست. اشکالی نداره. شماره 5. باز جای چیز نداره که دیگه. نه دیگه الان بزنی 5 بزنی دیگه تمومه. تا قبله میتونی عوض بکنی. جاشو بریم صدا تو ببینیم. سرتاپا بازی داره، قوز میکنه، کلام بازی داره. بخشم فیک جنوبیه. آره، از راست میگه. متشکرم، خیلی ممنون. میشه خودتو معرفی بکنی؟ سلامت باشی، من علی عزیز نیا هستم، هنرجوی بازیگری. به به، شما جنوبی هستی؟ خیر، متاسفانه نه. یه سوال، تا حالا جنوب رفتی؟ خیر. تابلو بود. میدونی جنوب کدوم وریه؟ الان اون وری که شمال نیست دیگه. ها؟ شمال نیست دیگه. شمال نیست، شمال کدوم وره؟ عالی شد، این شماله. این شماله؟ خویی از بندرعباس اومده، این قلب بوشهره. ادای جنوبی بره مامی خیلی در بیاری صورت.
تشویقش کنی. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از لطفت. خیلی ممنون. آفرین. مرسی اومدی. آفرین. سلول سلولت بازیگرتو. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از لطفت. دفعه بعد ادا جنوبیا در بیاری میایم برات. تمام. میریم برات. خیلی ممنونم. خب حالا شما برنده 60 میلیون تومانی تا به حال. بکنم مسیر داری خیلی درست و خوب میری. هلپرها امروز اصلا نمیدونم خیلی هلپرن، یعنی یه جور خوبی دارن بهت کمک میکنن. کارمو سخت کردن کار سخت کردن. البته خودش هم خیلی باهوشه. باهوشه. خیلی باهوشه خودش. پس میریم سراغ مرحله بعدی. تیم صدا تو. 1 2 3 خیلی خوش اومدین. داریم با سرعت زیاد وحشتناک گوله میریم به سمت آخرین مرحله. الان 3 نفر اینجا هستن و شما میتونید 2 تا 20 میلیون دیگه به ذخیره اندوخته خودت اضافه بکنی. خب حالا این مرحله میدونی چه مرحله ایه؟ ببینید مرحله استدیو مخفیه. دوستان ما هر کدومشون وارد چالش استدیو مخفی شدن. اونجا یک رفتار، یک کار یا یک خوندن، اما نه با صدای خودشون، یک رفتاری رو انجام دادن که شما نگاه میکنی و بهش توجه میکنی که متوجه بشی کدوم خواننده هست و کدوم خواننده نیست. میتونن صادقانه رفتار بکنن و میتونن شما رو گول بزنن. پس با دقت باید به استدیو مخفی نگاه کنی. الان یک نفر از دوستان رو که شک بیشتری داری انتخاب کن، بفرستیمش بره تو چالش استدیو مخفی و اون چیزی رو که میخوای ازش کشف بکنی رو کشف بکن. ایشون آقای روابط عمومی. کارمند روابط عمومی رو انتخاب میکنیم. بله. میریم استدیو مخفی کارمند روابط عمومی. کمک کرد. آشماش بیرون باش، مواظب به خودت باش. پس تو خر من هستی. این بود بیشتر. نه اصلا واقعا هیچ کمکی. چرا کمک کرد؟ من خودم این نکاتی رو توش دیدم. خب قرآن اگه نکاتی دیده باشی. هلپرای عزیز، خانم شبنم شما شروع کنین ببینم. شاید تنها چیزی که بتونم راجبش بگم اینه که گفت 10 20 15 این سینشینه، اگه مثل اون یکی شرمنده وهابینا نشم چیزه، به نظرم نه نیست، ایشون نیستن. نه ایشون نیستن. نه من میترسم رو این ریسک بکنم. من اگه بودم، من اون چیزی که الان یقین دارم اینه که آقای زورخونه‌ای بازیگره، استایلش، ریختش، حرکاتش بازیگره و کسی که انقدر بازیگره من نمیدونم آیا میتونه خواننده‌ام باشه یا نه. من بودم آقای زورخونه ای رو حس میکردم، با بچه ها میرفتیم یه محک دیگه شون میزدیم. محسن شما؟ من این دفعه میخوام پشت دست آقای امیرخان بازی کنم. البته اگر قبول بکنیم قبلا هم گفته بودم حذفش کنن، ولی این دفعه میخوام بگم که یعنی شما گفتی خوبه که جبران بشه و گندی زدی. ای بابا بچه ها. عزیزم شما میشه مسئولیت حرفتون رو خودتون قبول بکنین؟ یعنی بله. اینجا هم داری میری پشت امیر جوله قایم بشی که اگر اتفاقی افتاد بگی آقا اما بیا امیر جوله بود. هم دوربینا ضبط کردن، هم همه تماشاچی هم میدونن که تمام حرفای ما درست بوده. تمامش. هم آقا چیزی ما خراب گفتم. یه چیزیشو خراب گفتم. کلاس. اصلا الانم ورزشکار زورخونه یک هست کن کوکا. نگفت جاشور رو نگه دار. تو جاشور نگه داشتم که چی؟ که بگم ببینم شما چی میخواین بکنیم. ببینم جربزه ای دارین که مثلا بترسین از هرکی. تازه داره پشت دستت بازی میکنه. بدون. نگران اون زمانی باش که پشت دستت بازی نکنه. محمد شما نظرتو بگو. من نظرم همونه که سری قبلی گفتم. این ور خواننده نداریم. نیست. آه.
یعنی شما میگی کارمند روابط عمومی خواننده نیست؟ میوه فروش ما خواننده است. از همه بیشتر. میوه فروش ما خواننده است. میوه فروش ما خواننده است. متشکرم. شما 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داری که انتخاب بکنی کدوم یکی از این دوستان خواننده نیستن و از بازی خارج بشن و یه 20 میلیون تومان دیگه برنده بشی. تو میتونی مهتاب. عالی بودی سالا. تو آدم باهوشی هستی. خودت فکر کن. فکت ها رو ببین. اتفاقات رو ببین. میتونی بلند بلند فکر کنی؟ حرفاتو بگو به ما. ایشون آقای زورخونه که احساس میکنم که یه حالت گول زدن باشه تیپش رو نسبت به صداش و اینا. بعد ایشون برعکس زورخونه ایه. به نظر من ایشون صدا نداره، ایشون صدا داره. به نظر من ایشون باید هست شد. ایشون باید هست شد. یه چیزی بهت بگم، اما فرمولهای گذشته امکان داره در این مرحله عوض شده باشه. یعنی یه موقع میبینی تو میبینی استایل داره گول میزنه، یه موقع میبینی که الان اتفاقا استایل اصلا گول نمیزنه، درست دقیقا انتخاب شده. منظورم اینه که مراقب باش که از یه فرمول کل مراحل نتونی ازش عبور بکنی، نخواهی عبور کنی. این که همون از قبل خودم حواسم بود به آقای زورخونه، ولی به نظر من کارمند روابط عمومی باید، یعنی کارمند روابط عمومی رو میخوای حذفش بکنی. بله. شماره 6. بله. مطمئنی؟ خوب کار میکنی. با اینا بازی کرد. مطمئنی؟ درست. کاملا مطمئنی؟ شماره 6 کارمند روابط عمومی رو حذف می‌کنیم. بارک الله. خب تو مگه نگفتی پشت دست من بازی می‌کنی؟ میریم صدا تو ببینیم. ضایع نشی. نه ان‌شاءالله. ببین چه جوری هم پیانو دارن براش میارن. پیانو میگی براش. وای شبنم. حالا شادم بخونه. الان فرهاد فخرالدینی هم میاد. چشماتو کن سری بالا کن، در اومد خورشید شد هوا سفید، وقت رسید که بریم به صحرا. نازنین مریم، وای نازنین مریم. مریم چشما تو با کن سری بالا کن، در اومد خوشید شد هوا سفید، وقتون رسید ببریم به صحرا. آی نازنین مریم، آی نازنین مریم. باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم، کاش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم. توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. آی نازنین مریم، آی نازنین مریم. آفرین،
کرد. آفرین. بفرمایید بشینین هلپرای عزیز. انقدری که آقای بهرانی و خانم شبنم مقدمی خوشحال بودن از اینکه اشتباه کردن. خوب خوند آخه. آخه خیلی قشنگ خوند. قشنگ خوند. بیچارش کردی. نه بابا 20 تومن کسی رو بیچاره نمی‌کنه. بابا 60 تومن گذاشتیم تو جیبش. 20 میلیون الان کارو سخت کرد. ممکنه تک خواننده رو حذف کرده باشه. اصلا آره دیگه امکان داره یه دونه خواننده بود. اینو ببین حالا از پشت خنجر میزنه. بابا من هی گفتم اومدی تو گفتم این خواننده است. نیست که همین یه دونه خواننده تو این 6 نفر بوده باشه ها. ان شاء الله. کجا میدونی محمد؟ ما که نمیدونیم. به درگاه خدای باری تعالی دعا کردم. ببین عزیز من، یه آدم خوشتیپ، یه آدم خوشتیپ. خوش استایل. قشنگ معلومه که خواننده است. بابا اونجا هم که رفت اون روز مدل آوردی. توی چیزام که رفت، توی استودیو مخفی هم که رفت، مدل تکون خوردنش که داشت میخوند معلوم بود خواننده است. الان که معلوم شده مدل تکون خوردن برای ما رو میکنی. تا قبلش چی نگفتی؟ از این به بعد آقای محمد بهرانی به علاوه اون چیزایی که گفتم نیاره، یه دونه روبندم براش بیاریم نبینم قیافش. خب چرا؟ آقای محسن کیایی اصلا میخواین از سر یه بند خط بذاریم شما رو خیالشون راحت. آقای کیایی ببخشید، معذرت خواهم. شمایی که دیدین که اینجوری تکون خورد حنجرشون، چرا نگفتین بهش؟ نگفتم. چقدر تلاش کردم اونو حذف نکنی؟ من تو رو چی گفتم؟ نگفتی؟ من تازه من مجریم، من نظر خودم رو داشتم یواش یواش آروم اینجوری بهش میدادم که یه اشتباهی نکنه. آروم اینجوری؟ اینجوری عزیزم داشتم 20 میلیون همجوری آروم آروم میدادم بهش دیگه. خیلی متشکرم، صدای بسیار خوبی داشتی، میشه خودت معرفی بکنی؟ باریکلا. مخلصم سلام. ارادتمندم. ماشاءالله. متشکرم، مرسی. ماشاءالله. ارادت. خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون همتون درجه یک جذاب و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون. من امین شکوهی هستم، واقعا کارمند روابط عمومی ام و آواز میخونم. خیلی هم عالی. یه روابط خصوصی ولی با هم داشته باشه. در خدمت. خیلی ممنونم. ممنون از شما. بسیار عالی. شما صدای بسیار خوبی دارین، چهره ممنون. بسیار خوبی دارین. امیدوارم که به زودی توی تابلوهای شهر قیافه و عکس شما رو ببینیم که دارین کنسرتتون رو تبلیغ میکنین. متشکرم. خیلی خوشحال شدم ممنون. که دیدمتون. مرسی. خیلی ممنون. ما رو دعوت میکنین کنسرتتون. یه صدای بسیار خوب رو شناختیم اما حذفش کردیم. دمش گرم. اینجا خوبها بدن چون پول حذف میکنن، بدها خوبن چون پول سیو میکنن. میریم برای مرحله قبل از فینال. من با دوست عزیزمون میریم پیانو رو ببریم. تشویق کنین تیم صدا تو. دو سه برداری بریم برداری. خب خیلی 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 خوش برگشتین به استودیوی صدا تو. مرحله ماقبل فینال. مرحله خیلی خیلی سختیه. یه 20 میلیون تومان تو این چالش، یعنی تو گلوی این چالش گیر کرده. که این 20 میلیون تومان رو باید بکشیم از گلوش بیرون. اما نکته مهم اینه که آیا واقعا این دو نفری که اینجا موندن خواننده هستن؟ یا هر دوشون خواننده نیستن؟ همون یه دونه خواننده بود که مرحله قبل دادیمش رفت. نمیدونیم. این نکته یه که شما باید متوجه بشی مهرداد به کمک هلپرای ما. خب میریم برای مرحله بعدی، چالش سینجیم. توی این چالش شما یک نفر از این دوستان رو انتخاب میکنی، فرصت داری که 30 ثانیه ازش سوال بپرسی و اونم 30 ثانیه با صدای خودش که تا حالا نشنیدی جواب تو رو میده و تو تطبیق میدی با اون آهنگ اولی که لیپسین کرده، ببینیم میخوره یا نمیخوره، از مدل حرف زدنش، از جنس صداش و از سوالایی که میپرسی و جوابایی که میده میتونی تشخیص بدی که آیا خواننده هست یا خواننده نیست.
بهت نمیتونن کمک بکنن در حال حاضر. شما یک نفر رو انتخاب کن از بین این دو دوست، کدومشون دوسته. میوه فروش یا ورزشکار زورخانه؟ دوست میوه فروش اونو من انتخاب میکنم. میوه فروش رو انتخاب بله میکنی بله. که صداش رو بشنوی. بله. 30 ثانیه فرصت داری که سوالاتو ازش بپرسی. شما میشه بهم بگید که چی شد که به موسیقی علاقه من شدید و از کجا شروع کردید موسیقی رو؟ به خاطر تون صدای خوبه. بعد بیشتر موزیکای خارجی رو گوش میده یا ایرانی رو، یا تو ماشین بیشتر گوش میده یا تو خونه؟ ایرانی و اینکه خودم هم میخونم بشه. بعد میتونین بهم بگید رجیستر صداتون چیه؟ رجیستر صداتون، توناج صداتون. 6 ثانیه. نوع صداتون چیه؟ چه نوع صدایی هست؟ من نازک. نازک. تمام شد. Yes. تمام شد. نازک. تمام شد. محسن شما بگو. خواننده است. کی؟ میوه فروش. یعنی ورزشکار زورخانه ای رو حذفش کنیم؟ من از خیلی قبل حذفش کرده بودم. قبل از تولد. عالی شد. محمد شما؟ یه اتفاق عجیبی افتاد. گفت رجیستر صدا چیه؟ یعنی باس، باریتون، تنور برای صدای مردان. گفت نازک. اولا طول کشید که این کلمه رو بفهمه. بعد گفت جنس صدا چیه؟ گفت نازک. نازک. یا خیلی حرفه‌ایه داره ما رو گول میزنه، یا اصلا نمیدونه اینا که ما گفتیم چیه. خانم شبنم شما؟ دقیقاً چیزی رو که محمد بهرانی بهش اشاره کرد من بهش فکر کردم. وقتی کسی خواننده باشه وقتی ازش بپرسی رجیستر صدات چیه، یا حتما میشنوتش و دوبار گفت چی و بعد گفت جنس، یعنی گام صدات چی، گفتش نازک. یعنی با اگه میخواست بعد میگفت سوپرانو، که سوپرانو هم نیست، تنور مثلا. ولی اصلا ریچی به نظرم اگر این جواب ها رو درست داده باشن ایشون خواننده نیستن. میتونه نشنیده باشه. نه نه، یه جوری بازی کرد یا حداقل که انگار این کلمه رو اینجا قرار بوده الان بگن. اصلا نشنیده. نه نیست. این میتونه بازیش باشه، میتونه بازیش نباشه. پس خواننده نیست. شما بفرمایید امیرجان. یه کاری کرده که باید همون بازی رو بریم جلو دیگه. یه سوالی پرسید که ببین اون جواب میده یا نه و جواب نداد. گفت چرا خواننده شدی؟ صداشو کلوف که گفت به خاطر تون صدام. بعد گفت چه جوری میخونی؟ گفت نازک. هیچ اصطلاح فنی و چیزی نیاورد. و اگر تو این محک رو زدی که جواب بگیری، جوابی که تو میگیری از این سوالات اینه که ایشون خواننده نیست. من حدسم اینه که دیگه خواننده ای نمونده. منم همین. ولی راهی که رفتی رو باید ادامه بدی دیگه. فقط من یه عذرخواهی میکنم، من چون الان فرصت دارم میخواستم از همین تریبون یه بار از یه پروتئینی توی گیشا تشکر کنم که من و هومن حاجی عبداللهی ازش کالباس میخریم، خیلی کارش خوبه. گفتم شاید جای دیگه ای نداشته باشم، همین ازش تشکر کنم. ممنون. خیلی متشکرم. زنده باش. خیلی ممنون. میشه حداقل این همه داری تشکر میکنی ازش، یه روز یه نیم کیلو کالباس برای ما بیاری؟ بله چش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مهرداد 1 دقیقه و 30 ثانیه از همین الان فرصت داری انتخاب خودت رو و دلیلش رو به ما بگی. از همین الان شروع شد. کنم نیست بچه ها. آره ممکنه همه اینها جز بازیش باشه، دقت بکن. آقای میوه فروش به نظر من خواننده است. به نظرت خواننده است؟ هست؟ هست. مطمئنی؟ به نظر من باید باشه، چون ازش چون زمانی که شعر اولی رو که خوندن صدای نازکی داشتن، بعد الان گفت که صدام هم نازکه، حالا میتونه نقطه انحرافیش هم باشه. این دیگه ریسکه، میگیم که خواننده است دیگه. 30 ثانیه فرصت داره تصمیم بگیره. خواننده هست. شما میگی که آقای میوه فروش خواننده است و برن در جایگاه خودشون وایستن، یعنی برن بیرون، و آقای ورزشکار زورخانه ای خواننده نیستن و باید بخونه. درسته؟ انتخاب کن. فکر کنم. شماره 2. وقت داره تموم میشه. زورخونه رو حذف میکنم من. شماره 1 رو حذف کن.
شما بفرمایید بیرون. شما صداتو میشنویم، بفرمایید. بعد میخونه الان. خوبه، به نظر من خوب میخونه. ساده است عشق، اتفاق افتاده است که دلم کم بابتش نشکست، اما پیش اون بی اراده است، ساده است. دیدم تی وای اول سرم افتاد، تا به تند نفسات آخر شکستم داد، بودنم انگار رفتن و یادت داد، میریم برو عزیزم هرچی بادا باد، حالا هی برو حالا هی بگرد، تا یه جایی که شکاری کرد، شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشقت یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود، تو تنهاییات تو تنهاییام، خودت با خودت منم با خدا. خواننده ترینشون بود. بارک الله. ما که خواننده ترین رفتیم جلو با میوه فروش، 20 میلیون تومان خارج شد از بازی. اشکال نداره، اشکال نداره. عزیزم تو که همه رو گوش کرده، خیلی صدای خوبی داری، خیلی جوست، خیلی تمیز، خیلی خوش ندادی به حرف ما. میشه لطفا خودتو معرفی بکنی؟ امیررضا پهلوان هستم. موسیقی به لباست هم میاد. بابا مشتی پهلوانی. و واقعا ورزشگاه کار چیه قربان؟ بله بله ورزشگاه زورخونه است. ورزشگاه زورخونه؟ بله بله ورزشگاه زورخونه است. عالی، زنده باشیم. بزن زنگو. شغل چیه راستی؟ من عمده فروش اتکلون هستم. میگم چه بوی خوبی میاد از کنار دست شدم. عالیه، بسیار عالی. مخلصیم. ببخشید. من در خدمتم. الان للی که این درچوبی ها اصلش چنده گیر میاد؟ بله گیر میاد. من پس بعد از برنامه تو رو ببینم. دست در من در خدمت شما هست. عزیزم شما اومدی اینجا کانکت رفیق و دوست و اینا پیدا کنونی، میخوای شام ببری بیرون، میخوای عکس بگیری. کالباس خوبو میدونم از کجا بخرم. اتکلونم اگه پیدا کنم حل. خیلی ممنون و متشکرم که تو این مسابقه شرکت کردی، کنار ما بودی، ما صداتو شنیدیم. امیدوارم که به زودی صدات پخش بشه در تمام ایران و همه گوش کنن و لذت ببرن. زنده باش. ممنونم. تشویقش کنید. خب آقای مهداد بندرعباسی عزیز، یه 20 میلیون دیگر رو دادی رفت. ما چشت زدم گفتم این باهوشن. خوب فکر کن، دقت کن. این بار خیلی دقت بود. دفعه آخره دیگه درسته. 200 تومن میخوای به کی بدی؟ داستانش اول برنامه گفتم. 200 تومن میدونم به کی. به اونا فکر کن. همون الان دقیق فکر کن. به اونا فکر کن. من استرس میگیرم نمیدونم. دقیق و با دقیق فکر نمی کنم. اصلا بچه‌ها چرا بهش کمک نمیکنین؟ من دارم میگم بهش. گوش نمیکنم. گوش نمیکنم. مگه قرار نشد برسه؟ ما بهش گفتیم یه بازی رو انداختی. نتیجه اون بازی اینه که اون خواننده نیست، اونو هست کن. بچه‌ها مطمئنی اون محمد لطفاً کنترل کنید، آروم باشید، آرام. تیم صدا تو، 1 2 3 4
جوایز این برنامه توسط دال سامانه مشاوره مقایسه و خرید بیمه اهدا میشه و شما میتونید با تلفن 1690 ازشون خدمات دریافت کنید و باشون ارتباط بشید. من زانوام سست شده تو رو نمیدونم. اونا هم که نشستن نمیدونم زانوهاشون حالا متوجه میشن سست شده یا نه، ولی خیلی استرس دارم. به وهابا فکر بکن، قرار پول ببری کجا، قرار چی کار بکنی. با دقت تمرکز تو مرحله قبلی اگر که به هلپرها گوش کرده بودی الان شاید اتفاق بهتری میافتاد. الان هم البته اتفاق بعدی نیفتاده ها، چون ما یک نفر رو آوردیم به فینال که دو حالت داره، یا خواننده هست یا خواننده نیست. تو الان یه 60 میلیون تو صندوق خودت داری. اگر خواننده رو درست انتخاب کرده باشی و به مرحله فینال رسونده باشی میتونی بگی من کار درستی کردم، ایشون خواننده است. اگه خواننده باشه 200 میلیون تومان برنده میشی. اگر خواننده نباشه 200 میلیون تومان برنده نمیشی، 60 میلیون تومان هم میبازی. اما اگر بگی من اشتباه کردم، این کسی که آوردم اینجا خواننده نیست، خواننده ها رو حذف کردم و روی این ریسک بکنی، 60 میلیون تومنت رو برنده میشی اگر خواننده نباشه. اما اگر خواننده باشه 60 میلیون هم میبازی. همه اجرایی شرایط یه جوری نشده. نه اتفاقا شده. آره شما الان رسیدین اینجا با 4 نفر میتونی حرف بزنی، صحبت بکنی، بحث بکنین، فکت‌ها رو در نظر بگیرین، انتخاب بکنین. یا میگه آقا اشتباه کردم خواننده نیست، یا میگه خواننده است. به هر حال بعد یک تصمیم بگیری دیگه. من ترجیح میدم صحبتامو اول بکنم. بفرمایید. الان میدونی چه اتفاقی افتاد؟ تو رادیاتو تست کردی، کاربراتور رو آوردی پایین. برعکس. ما گفتیم که این تو لیپسینگ صداش یه ذره شبیه بود، محکش بزنیم. و تو با سوالای خوبت محکی زدی و از اون محک سربلند بیرون نیومد. ولی تو نتیجه گرفتی که اونو حذف بکنی. الان نمیدونم اگه الان آقای محسن شریفیان پشتمون رو خالی نکنه، اعتقاد جمع اینه که ایشون خواننده نیست و تو بگو خواننده نیست، 60 تومن تو بگیر برو بزن به زخم کارگاهت. ولی تو ریسک کردی و اونو حذف کردی و پای این واسدادی. امیر جان یه وقت انقدر قدی که میخوای پای این باسی و ما هم نمیدونیم، ما هم به خدا اندازه تو نمیدونیم. ولی اون بازی که تو را انداختی و اون تستی که کردیم بعد خروجیش حذف آقای میوه فروش میبود. امیر جان من هنوز پیر نشدم و تعداد 30-40 تا دوربینم اینجا داره تصویرها رو میگیره. میخوام یه پرانتز باز کنم، یه یادآوری کنم جملات خود شما رو که اون بازیگره. بله. موها رو دیدی؟ بازوها رو دیدی؟ خواننده نیست. بعد میومد تو فینال سر جردن بهش حرف میزدیم. سر جردن و اینا رو گفتی. خب ما اگه میخواستیم اونو حذف کنیم اونو محکش میزدیم. عالی. شما بگو خانم مقدمی. من اون اول که آقای ورزشکار زورخانه اجرا کردن، حالا به قول شما 40 تا دوربین ضبطش کرده، یه تردیدی داشتم که ایشون خوانندن. اما با توجه به اون نکاتی که سوال کردی و ایشون درست جواب ندادن، متوقع بودم خب ایشونو حذف بکنی. ولی تو به نظر من همچنان با توجه به چالش قبلی ایشون خواننده نیستن. این نظر خواننده نیستن. بله. متشکرم. محمد جان شما؟ حقیقتاً از ته دلم میخواست که 200 تومن رو ببری. به جان خودم. و امشب اگر که تو بدون 200 تومن بری خونه تا صبح خوابم نمیبره. چون میخواستم همه زورم رو بزنم. اون لحظه ای که گفتی ورزشکار زورخونه دیدی اومدم تو حرفت، گفتم مطمئنی و کار خودتو کردی. یعنی تا قبلش خیلی پسر حرف گوش کنی بودی. نازک به نظرم خواننده نیست. الان با 60 تومن وهاب و رفقا چیزی به دردشون میخوره؟ جدی دارم میپرسم. زیاد نه ولی دیگه یه کم کمک میکنه. یه جور تقسیم کار دیگه باید همین 60 تومن رو بگیر
که وهاب بیاد بالا، که وهاب بیا بالا، یار بالا نیفتی از اون بالا، یار بالا و وهاب بیا بالا، بالا نیفتی از اون بالا. به تمام بچهای بندر سلام برسون، ما زورمون رو زدیم 60 تومن ایشالله نوش جونت باشه. این خواننده نیست. بسیار عالی. محسن شما؟ من میگم که ریسک کن، 60 تومن به درد نمیخوره. بگوی خوانندن شاید چیزی توش در اومده و تماشا رفت. زد ریتم. نه 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 نه. ما اگه باشم این کار میکنم. 60 تومن به درد چه میخوره؟ 60 یا 200؟ 60 میلیون یعنی چی به درد میخوره؟ 60 میلیون 200 میلیون برو رو 200 داری تو. برو ریسک کن. بچه‌ها به نظر من محمد اجازه بدیم هر کسی نظرشو بگه. نظر هم دیگه رو خونسا نکن. آره آره من نظرش خونسا کرد. چجوری من نظر اونم اشتباه کرد. به نظر من نظره محسن اینه که میگه آقا ریسک بکن. بله. بگو 200 تومن ایشون خواننده است. تمام. اما اینی که اون کسی که تصمیم میگیره شمایی. شمایی. من بگه آقا 60 تومن من لازم دارم. با 60 تومن میتونم کاری انجام بدم. اونا نهایتا خودت تصمیم میگیری. خب پس الان حرفای شما رو تک تک شنیدیم. شما مجموعه گفتگوی شما اینه که ایشون خواننده نیست. محسن میگه که خواننده نیست. اما بگو 200 تومن. شما میگی خواننده است. کی گفتم خواننده نیست؟ میگی ریسک کن و بگو 200 تومن. خب یعنی خواننده هست دیگه. میگی خواننده بله. است. شما سه نفر میگی خواننده نیست. ایشون میگه خواننده هست. اوکی. یک دقیقه و 30 ثانیه شما از همین حالا شروع میشه و میتونی نظرت رو به ما بگی. بلند بلند فکر کن، شاید من بتونم بهت کمک بکنم. اگه باشه و بزنه دوست من بگیر. دیگه به قول آقا موسی باید ریسک کنم دیگه. یه باید ریسک کنم بگم هست. 17 ساعت دیگه باید برگردی یا؟ آره دقیقا. 17 ساعت 60 تومن تو جیبت باشه؟ هیچی نباشه؟ بنزین بیشتر میدونم بیشتر. ایشون خواننده هست. خواننده هست؟ هست. مطمئنی خواننده است؟ بچه های توی سالن لطفاً خواهش میکنم سکوت کنین که بتونه تصمیم درست رو بگیره. ایشون خواننده نیست. خواننده است؟ نیست. نیست؟ نیست. خواننده نیست؟ ها. یعنی اشتباه آوردیش با. اگر بخونه و خواننده باشه 60 تومن از دست میدی یا؟ آها اگر اشتباه باشه 60 تومن از دست میدی. الان میگی خواننده نیست، بعد میخونه خواننده است 60 تومن هم از دست میدی. 200 تومنی که میاری هیچ نمیبری، هیچ چیز 60 تومن هم از دست میدی. آها یعنی باید دقیق بگی آقا خواننده نیست و مطمئن باشی. اگر نباشه 60 تومن بردی. من از خودم 20 ثانیه دیگه بهت فرصت میدم که فکر بکنی، تصمیم نهایی رو بگیری. ای خدا این بچه با پول داره خونه. الهی 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 آمین. هست. ده. آره. هست. نه. هشت. هفت. شیش. پنج. چهار. مطمئنی؟ نه مطمئن نیست. مطمئن نیست. چیکار کنیم؟ خیلی چیزمون نمیدونی. تو هم نظر تو بگو. آره اگه راهنمایی کوچولو هم شما نظر پنجمو بگو. 10 ثانیه منم نمیدونم. خب کم نظر تو بگو. دیگه زمان ندیم. 10 ثانیه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 یه. نیست. خواننده نیست. خواننده نیست. نیست. چرا ریسک نکردی آخه؟ اینو بزن، سری بزن، دور بزن و اینو بزن. بریم صدا تو ببینیم. ای خدا ببره این بچه. ای خدا.
بد بخون تو رو خدا. خدا رو شکر با 60 تومن میری بندر عباس، میری پیش رفیقات. ایشالله این 60 تومن انقدر برکت داشته باشه که بتونی در قبل این 60 تومنه رفیقات رو دور همدیگه جمع بکنی، بتونی یه کار خوب بکنین و حال بکنین با همدیگه. جنوبیا خیلی بچه های با حالی هم شما برن، لطف سری شما. معرفی کن خودتو. من رضا گل محمدی هستم. آقا رضا کارت چیه؟ من شغل اصلیم بوتیک زنونه است، ولی خب کار بازیگری هم انجام میدم. بسیار عالی، خیلی بد میخونی، قربونت برم. مرسی نظر. خیلی متشکرم که اینقدر همه میگن. ممنون که کنار ما بودید. آفرین رضا، آفرین. خیلی ممنون که بازیگری کردی تا اینجا اومدی، ماشاءالله. مخلص. داشتین یه مسابقه دیگه رو کنار هم دیگه ترتیب بدیم و حال بکنیم. تیم صدا تو. نمیتونی کنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10